قد شما چقدره خانم ستوده؟ 176. این سوالو من بیجا نپرسیدم. ما تو عالم فانتزی میخوایم یه تیم والیبال تشکیل بدیم از خانمای قد بلند سینمای ایران. فانتزی چون در عالم واقعی باشه من خودم شرکت نمی کنم. چرا؟ والیبال علاقه ندارم. اصلا به هیچ ورزش علاقه نداری؟ چرا؟ به والیبال علاقه ندارم. فوتبال خوبه؟ فوتبال هم نه. فوتبال بسکتبال؟ نه. شنا همین. خیلی ورزشگاه آفرین. خب حالا تیمه رو چیکار کنیم؟ چجوری تشکیلش بدیم؟ شما بگید بهمون. بر اساس قد؟ آره دیگه، از قد بلندای سینما ایران خانوما. خب از اونجایی که من خیلی خدمت خانم گلچهره سجادی ارادت دارم، فکر کنم ایشون باید کاپیتان تیم باشن. قدشون چنده؟ از شما بلند؟ نمیدونم دقیقاً، ولی قد بلند که بازی کرده خانم قد بلند، خانم مهتاب کرامتی، خانم پیشگاه آسایش، متین ستوده. متین ستوده شو چهار نفر. بله. نفر پنجم، نفر پنجم شما بگی. من میگم مریم مومن. مریم مومن هم قد بلند. لاله اسکندری. او لاله بلنده. که اصلا دوست خوب و عزیز منه. آره لاله اسکندری باحاله. آره ما یه سری کامنت داریم، یه سری سوالای مردمیه، هر کدومو دوست داشتی جواب بده، جوابم نده بقیه‌اشو. آره Ask me question اینستاگرام. آفرین دقیقاً. یه خانمی گفته من یه دخترم که میخوام بازیگر شم، خانواده‌ام مخالفن، میگن محیطش سالم نیست، چجوری قانعشون کنم؟ با مثال زدن آدم‌هایی که سلامت دارن کار میکنن. ولی بازیگر بشه قطعاً باید همه تلاشش بکنه، دنبال هدفش بره. برای بازیگر شدن خانم ستوده پول یا پارتی لازمه؟ اگر که یک شخصی استعداد بازیگری رو داشته باشه ممکنه که پول یا پارتی در واقع زودتر اون رو به هدفش برسونه. یه آقایی نمیدونم دنبال چی بوده این سوال رو پرسیده، آخرین باری که دلتون شکسته کی بوده؟ به ایشونی رفتی نداره. این خیلی سوال باحالیه، دمش گرم. میگه اگه یه طوری میشد که خودت با خودت ازدواج میکردی، سر چی با خودت به هم میزدی؟ سر کدوم اخلاقت؟ احساس میکردم خوشبخت‌ترین آدم روی زمینم. آها. نه اصلا سر هیچ؟ نه عاشق خودتی پس. یه دلیل برای یه کسی که بهش بگی وارد سینما نشه چیه خانم ستوده؟ میگم اگر آدم صبوری نیستی وارد سینما نشو. اگه میخوای زود به نتیجه برسی و زود به فصل برداشت برسی وارد سینما نشو. سوال کردن ازتون که چرا خندوانه و دوره همی نرفتین، دعوت نشدین؟ برنامه دوره همی رفتم، متاسفانه اون قسمت پخش نشد. در یک بازه زمانی بود که من فکر کنم من تصویر بودم تلویزیون. آها به خاطر اون قسمت توقف شد. خندوانه هم که فکر کنم باز دیگه خوردیم به اون همون بازه زمانی، من تصویری دیگه دعوت نشد. صحبت پایانی دارید با مردم، با خودتون، با هر کسی که دلتون میخواد صحبت کنید؟ کلیشه‌ایه ولی من بازم میگم یه کمی با هم دیگه مهربون‌تر باشیم و یکم سرمون تو زندگی خودمون باشه. یعنی به جای اینکه این همه وقت بذاریم، انرژی بذاریم که همش سرک بکشیم تو زندگی این اون 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 اون، یه ذره حواسمون رو بدیم به زندگی خودمون. از خودمون غافل نشیم از بس که درگیر زندگی این و اون میشیم.